الان در شرایط سرکوب، در شرایط فشار و تهدید فعالان جامعه مدنی، هر چی که ما بیشتر میریم، این خطر بیشتر میشه که سرپوش گذاشته بشه روی همه چیز. همین کسایی که شروع میکنن به حرف زدن و اطلاع رسانی، سرنوشتایی مثل آقای مصطفی پیدا میکنن که در واقع با تهدید خانواده و از دست دادن شغل و من آقای مصطفی نشسته بود پیش من موقعی که داشت فیلمشون میداد دفترش رو، یه لحظه اون موقعی که ما تو دفتر بودیم، دفتر الان دادستانی انقلاب کلمبش کرده. خب اون دفتر راه رو قبلا دو سال پیش دادستانی انقلاب کلمب کرده. بنابراین مشکل در واقع دقیقا همینه الان که صداهایی که میتونه از اون تو بیاد و در واقع نمایندگی کنه مردم رو و خواست مردم رو داره بیشتر خاموش میشه و این در واقع سوال امروز ماست که خب پس چه باید کرد، چجوری میشه؟ چیزی که مهمه اینه که اگه یه قدم کوچیک میشه برداشت و زندگی حتی یه زن رو عوض کرد، اون قدم رو برداشت. بنابراین برای من این مهمه که حتی امروز در چارچوب جمهوری اسلامی که تازه بعد از به قول خیلی ها دولت در چارچوب دولت کودتا یا در واقع نظام سیاسی که حتی بین خیلی از طرفداران سابقش دیگه اون مشروعیت رو نداره، باز هم برای من مهمه که اگه قرار لایحه حمایت خانواده تصویب بشه یا نشه، چقدر زندگی زنهای عادی رو تحت تاثیر قرار میده. ما نمیتونیم به زن عادی که الان درگیر اینه که بتونه یه راه حلی فقط پیدا کنه برای اینکه بتونه فقط از دست شوهرش خلاص بشه یا از دست این خشونت خانگی هر روز خلاص بشه، بگیم که صبر کن یا به ما بپیوند در انقلاب علیه جمهوری اسلامی، یا صبر کن جمهوری اسلامی براندازی بشه بعد تو به حقوقت میرسی، یا بعد راه برای رسیدن به حقوقت فهم بارتره. ما میتونیم برای اون، نه از طرف اون و با اون مبارزه کنیم برای اینکه بتونه فقط و فقط یک شرط به عقدنامه‌اش اضافه کنه برای روزی که دیگه جونش به لبش رسید بتونه از درمون خونه بره. به نظر میرسه که جنبش زنان کار مهمی انجام داد و دستاوردهای بزرگی داشت، این بخشی از اونه توی این فیلم. و اینکه حالا ما اشتباه کردیم یا چه خطاهای مرتکب شدیم، یه کار بهتر میتونستیم بکنیم، قطعا وقتی که آدم داشت هر چیزی فاصله میگه شاید اینجا بهتر، ولی من فکر میکنم که تو اون کانتکست تاریخی خاص ما حتی اکثر سعیمون رو میکردیم و تمام زندگی و شب و روز ما همه این داستان ها بود و نمیخوام بگم ما بهترین ها بود، نه، ولی ما ممکن ترین ها رو انتخاب میکردیم. از یه حقی دفاع کنیم که فکر میکنیم حق همه از آزادی تجمعات، آزادی این که ما بتونیم تو خیابون باشیم و خواستهامون رو فریاد بزنیم. برای همین حتی الان هم فکر میکنم که اون هزینه که دادیم.